مصاحبه اخیر محسن رفیق دوست، راننده شخصی آیت الله خمینی و رئیس سابق بنیاد مستضعفان، جنجالی در فضای مجازی به پا کرد. اوضاع اقتصادی خوبه جا؟ بله. اوضاع اقتصادی؟ خدا رو شکر فقیر نیستم. هیچ غنی هم نیستم. غنی هم نیستین. خب الان خیلی ها میگن آقای رفیق دوست وضعشون خوبه دیگه. خب بگن. نیست. معمولیه. زیرمیزی یا حقوق 19 میلیونی؟ حقوق 19 میلیونی. خوبه؟ بله. خوبه؟ بله. الان بنیاد. بله. باید بقیه رو حقوقشون زیاد کرد. نه اینو کم کرد. از سردار رو بپرسید ماشینشون چیه؟ من یه ماشین شاسی بلند لگزوس دارم. مال خودم. من اون موقعی خریدم 200 میلیون تومان خریده بودم. آریکس. نمیدونم چنده. الان دیگه حداقل باید 600-700 تومان شده باشه. چگونه عضو بنیاد مستضعفان ماشینی 500 میلیونی دارد اما وضعیت خود را معمولی میخواند؟ این مصاحبه توجه ما را به جایگاه ایران در جدول شفافیت بین المللی جلب کرد. رتبه 138 در میان 180 کشور جهان، پایین تر از کشورهایی مانند گینه، پاراگوئه و حتی میانمار. این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است و نشان از ضعف شدید رژیم ایران در زمینه شفافیت مالی دارد. به نظر شما هزینه ماشین‌های چند صد میلیونی مسئولین از کجا تأمین می‌شود؟